دولت انتقالی اوکراین در پارلمان این کشور و یا زیر سقف یک نهاد دولتی معرفی نشد، بلکه نامزد نخست وزیری به همراه اعضای کابینش با حضور در میان هزاران نفر از مردمی که در میدان استقلال کیف تجمع کرده بودند خود را معرفی کردند. گروه موسوم به شورای میدان نامزد نخست وزیری را انتخاب کرده است. رهبر حزب سرزمین پدری و نامزد نخست وزیری دولت موقت میگوید در این دولت حتی یک سرمایه‌دار با نفوذ وجود ندارد یا کسی که در دولت یانوکوویچ فعالیت میکرد. هیچ کس در این دولت به دنبال امتیاز ویژه نیست. ما هرگز در تاریخ خود چنین دولتی نداشتیم. همین حالا میتوانم سرنوشت اعضای کابینه را بگویم. آنها دست به عملیات انتحاری زدند. گروهی از حاضران با خو کردن شماری از نامزدهای معرفی شده، از جمله فرد در نظر گرفته شده برای پست وزارت کشور، نارضایتی خود را از کابینه اعلام کردند. یکی از آنها میگوید اگر آنها هم کارشان را به درستی انجام ندهند باید مثل دولت قبلی کنار بروند. فرد دیگری میگوید سوالی برای کسانی که به صحنه آمدند دارم. زمانی که مردم سرکوب میشدند کجا بودید؟ آنها برای اینکه ادعای قهرمانی کنند هیچ حقی ندارند. آنها حق بهره برداری از کشته ها را ندارند. شهروندانی که با ماندن در میدان استقلال و پافشاری بر خواسته خود رئیس جمهوری پیشین را برکنار کردند، هنوز به همه خواسته های خود نرسیدند. گزارشگر یورو نیوز از کیف میگوید واکنش ها در میدان استقلال به کابینه معرفی شده همراه با بدبینی بود. این کابینه بیشتر نقشی انتقالی را برای حل بحران کنونی کشور دارد. در هر صورت تا زمانی که کل نظام سیاسی متحول شود مردم قصد ترک کردن خیابان ها را ندارند. آنگلینا کاریکینا، یورو نیوز، کیف.